سلام عرض می کنم خدمت دوستان و بینندگان عزیز و امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و سلامت باشید و لبتون همیشه خندون باشه. امروز می خوام یکی از کتلت های خوشمزه استان اردبیل رو بهتون آموزش بدم. اسم این کتلت، کتلت نخود و لوبیا سفیده. بی نهایت ترد و خوشمزه است و خیلی هم راحت آماده میشه. بریم با معرفی مواد اولیه این کتلت خوشمزه رو با هم دیگه درست کنیم. مواد لازم برای تهیه کتلت نخود و لوبیا سفید اردبیل: گوشت چرخ کرده 250 گرم، سبزی شسته شده و پاک شده 50 گرم که من از ریحون سبز و بنفش استفاده کردم، از گشنیز استفاده کردم، نعنا و دو شاخم ترخون، ماست یک قاشق غذاخوری، پیاز رنده شده و آب گرفته یک عدد متوسط، تخم مرغ یک عدد، نعنای خشک یک قاشق مرباخوری، جوز هندی یک دوم قاشق چایخوری، آرد نخودچی در صورت نیاز یک تا دو قاشق غذاخوری، نخود یک پیمانه پلوپز که 2-3 ساعت قبل خیس می کنید و چند بار آبش رو عوض می کنید، لوبیا سفید یک پیمانه پلوپز که 2-3 ساعت قبل خیس می کنید و چند بار آبش رو عوض می کنید، هویج متوسط یک عدد که آب پزش می کنید، مراقب باشید که زیاد نپزه، ادویه شامل پاپریکا پادر، پودر سیر، زردچوبه، نمک و فلفل سیاه به میزان لازم. ابتدا لوبیا سفید و نخود رو میذارید کاملا بپزه تا به این شکل نرم بشه. خب عزیزان، بعد از اینکه نخودا پخت، داخل آبکش میریزید تا آب اضافیش کاملا گرفته بشه و سرد بشه. هم لوبیا سفید و هم نخود رو به این شکل آماده میکنید. اینم از نخودامونه. میتونید داخل غذاساز بریزید، میتونید نخود و لوبیا سفید رو هم با گوشکوب برقی، هاون یا هر چیز دیگه‌ای کاملا پورش کنید. من اینجا از غذاساز استفاده میکنم. مواد یک مقدار که به این شکل پوره شد، اطراف ظرف رو کاملا به وسط ظرف هدایت کنید. تو این مرحله پیاز رنده شده و آب گرفته رو به مواد اضافه می کنم. ماستم به همین شکل. سبزیارم اضافه می کنم. کاملا مواد باید با هم مخلوط بشه و سبزی ها کاملا خورد بشه. وقتی مواد به این شکل کاملا پوره شد، به یه ظرف دیگه منتقلش میکنیم. زنم مواد رو به یه ظرف دیگه منتقل کردم. تو این مرحله گوشت رو اضافه میکنم. نعنا داشتیم، نعنا رو اضافه میکنم. نعنا عطر و بوی خیلی خوبی به این غذا میده و همینطور ماست باعث میشه تا کتلتمون پوک بشه. ادویه ها رو اضافه کنید. اگر یک مقدار تند و تیز هم باشه خیلی خوشمزه تر میشه. نمک هم اضافه میکنم. زردچوبه. پودر
پودر سیر. اگه دوست داشتید میتونید از خود سیرم داخل این غذا استفاده کنید. تو همین مرحله رنده میکنید و به موادمون میزنید. پاپریکارم اضافه کردم. جوز هندی و یه دونه هم تخم مرغ داشتیم. کاملا مواد رو با هم مخلوط میکنیم. اگر موادتون شل بود میتونید از آرد نخودچی هم استفاده کنید. باید مواد در حدی باشه که به راحتی بتونید شکل بدید. من یه قاشق از آرد نخودچیم تو این مرحله استفاده میکنم. یه دونه هویج داشتم، هم طعمش رو تغییر میده و هم نمای خوبی به غذاتون میده. در آخرین مرحله هویج رو به این شکل رنده میکنیم. همونطور که گفتم نذارید هویجتون زیاد بپزه تا له بشه. حالا به آرومی مواد رو دوباره با هم مخلوط میکنیم. ظرف رو بذارید، حدود نیم ساعت داخل یخچال قرار بدید. بعد از نیم ساعت مواد کتلتمون آماده سرخ شدنه. خب عزیزان، مقداری روغن داخل مایتابه میریزیم و اجازه میدیم تا روغن کاملا داغ بشه. یک مقدار آب ولرم هم کنار دستمون قرار میدیم. از شامیا به هر اندازه‌ای که دوست دارید برمی‌دارید، کاملا توی دستتون حالت میدید تا ترکی نداشته باشه و به هر شکلی که دوست دارید شامیا رو حالت میدید. به این شکل و داخل روغن قرار میدید. عزیزانی که گیاهخوار هستن میتونن به جای گوشت از سویا استفاده کنن و داخلش هم چون آرد نخودچی هست دیگه تخم مرغ استفاده نکنن. چسبندگی کافی رو داره. حتما یک مقدار دستتون رو مرطوب کنید. اجازه بدید تا کاملا یک طرف کتلتامون سرخ بشه و بعد برگردونید طرف دیگرش هم سرخ کنید. حرارت زیر مایتابه هم باید ملایم باشه. اجازه بدید کاملا یک طرفش سرخ بشه و بعد برگردونید طرف دیگرش هم سرخ کنید. با دو تا وسیله
به راحتی میتونید کتلتا رو برگردونید. زیادم نذارید سرخ بشه. این کتلتا خیلی ترد و خوشمزه است. سرو شده این غذا رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. کتلت ما آماده شد. من اونو با برگ‌های کاهو، پیاز، خیار و خیارشور تزیینش کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. این کتلت واقعا خوشمزه است، مخصوصا با نون بربری داغ. و با انواع و اقسام سس ها هم میتونید این کتلت خوشمزه رو میل کنید. امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.